خب سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم شاد و پیروز و سلامت باشین. امروز میخوایم بریم بپردازیم به بحث اسوسییشن رولز ها، قوانین تلازمی، قوانین اگر آنگاه، یا حالا بعضی هم قوانین تحت لفظی قوانین انجمن ترجمهش میکنن. اما قبل از اینکه بریم بپردازیم و وارد کد بنشیم، لازمه ذره صحبت کنیم. اسوسییشن رولز ها به نظر من یکی از کاربردی ترین چیزهایی هستن که ما میتونیم تو صنعت، ابزارهایی که میتونیم تو صنعت استفاده کنیم، حالا بسته به بیزینس شما. در اصل ما توی صنعت دنبال اینیم که اون رول ها و اون عوامل تاثیرگذار به روی صنعتمون رو پیدا کنیم، اون ایکس آنگاه ایگرک ها رو بتونیم پیدا کنیم و بتونیم بر اساس اونها تصمیم بگیریم. حالا تو صنایع مختلف متفاوته، این حتی این موضوع فقط معطوف به صنعت های خاص نیستش. توی زمینه جرم شناسی یک مقاله ای هستش که اومدن این اسوسییشن رولز ها رو پیاده کردن، توی زمینه پزشکی بسیار استفاده شده، توی زمین های مختلف. اما خب مثالی که معمولا ازش زده میشه مثال خورده فروشی و صنعت ریتیل. از اونجایی که من خودم خب تو این صنعت فعالیت دارم میکنم مدت مدیدیه و شناختی تقریبا دارم به این صنعت، مثالی هم که آوردم از همین صنعت. اما دنبال چی هستیم تو اسوسییشن رولز؟ ما دنبال اون پیدا کردن اون ایکس آنگاه ایگرک ها. اما قبل از اینکه بپردازیم این ایکس آنگاه ایگرک ها چی هستن، خودش داره چی رو میگه. ما مثلا فرض کنیم شما یک فردی هستید که یک هایپرمارکت داره، یک سوپرمارکت داره حالا به اصطلاح، و داره یک سری محصولات میفروشه. قفسه ها معمولا جوری که چیده میشن، حالا بر اساس تجربه است تا جایی که من دیدم، یک آدم هایی که حالا تجربه ریتیل دارن و کار کردن میان اونجا قفسه ها رو میچینن و میرن. اما خب این اتفاق یه ذره شاید علمی نباشه، اما نظر علمی چجوری میشه بهش نگاه کرد؟ فرض کنید شما یک فروشگاه دارید، یک سال هست حالا این فروشگاه رو دارید و خب فاکتورهای یک سال مشتریاتون رو دارید. این فاکتورها، به کمک این فاکتورها شما میتونید رول ها رو پیدا کنید و قوانین رو بفهمید. مثلا کسی که اومده پفک و آب معدنی خریده، این آدم احتمال زیاد چیپس هم خریده. ما یک قواعد قانونی رو شما از توی داده هاتون درآوردین، یعنی پفک و آب معدنی منجر میشه به خرید چیپس. شما این قانون فرض کنید درآوردین و دارین. و خب یا مثلا یه قانون دیگه که من شاید بخوام مثال بزنم، فرض کنید یک شخصی که اومده گوشت چرخ کرده خریده و سیب زمینی، این آدم رفته ماکارونی هم خریده. خب شما از این سه تا، از این یک قانون میتونید چیا بفهمید؟ میتونید بفهمید اون شخصی که این سه تا کالا رو، این دو تا کالای اول خرید کرده، میره اون کالای ماکارونی هم خرید میکنه. پس احتمالاً توی چینشتون یک جور تغییری ایجاد میکنید بر اساس این قانون، که مشتری حالا واسه اینکه این دو تا کالا رو برداره و بخواد بره کالای سوم بخره، از یک مسیری رد شه که بقیه کالاهای دیگر رو با توجه به قوانین دیگه که در آوردیم بتونه ببینه و تغییر به خریدش بشه. یا عرضم به خدمت اون کالاها رو نزدیک به هم بذاره که مشتری در دسترسش باشه، راحت‌تر سریع‌تر خرید کنه و از فروشگاه بیاد بیرون. اینها همه چیزهایی که دیگه بر اساس حالا بیزینس شما میتونه رخ بده. مهم اینه که شما این رول ها رو پیدا کنید، کنار هم بذارید و بعد یک نتیجه بگیرید. اما این قوانین این چند تا ویژگی هایی دارن که خب خیلی واضح هنون ایکس آنگاه ایگرک ها نباید با هم اشتراک داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم نتیجه بگیریم کسی که آب و چیپس و پفک خریده و یقینا پفک هم میخره. خب این که معنی نداره، چون پفک دو سمت نمیتونه بیاد و اشتراک نباید داشته باشه. رول هایی باید باشه که ایکس و ایگرک ها اون سمت چپ و راستمون مشترک نباشه. اما ایکس آنگاه ایگرک به اون ایکس اون سمت چپ، left hand side، LHS و اون سمت راست، right hand side یا RHS میگن، که به سمت چپ antecedent و به سمت راست consequence نیز گفته میشه. پس اینا رو اگه دیدین تو بعضی نرم افزارها ممکنه به اسم بگن، بعضی ها LHS RHS بنویسن. زیاد گیج نشید، درست داره اینها رو بیان میکنه که اون X آنگاه Y ها رو داره بیان میکنه. خب اما بحث دیگه‌ای که بعد بهش بپردازیم و ارزان به خدمتتون بحثش رو باز کنیم، بحث ساپورت، کانفیدنس و لیفت. هر کدوم از اینها یک مفهومی دارن که ما بعد بهشون بپردازیم. ساپورت در اصل داره احتمال رخ دادن اون موضوع رو بیان میکنه و ساپورت ایکس آنگاه ایگرک در اصل میگه احتمال ایکس اشتراکش با ایگرک. و اگه حالا جدای از این اسمای ساپورت و لیفت و اینا بشه کنیم، عملا همون آمار و احتمالات. پس ساپورت در اصل میاد ساپورت زد احتمال رخ داده زد رو بیان میکنه و ساپورت ایکس آنگاه ایگرک اون قوانین احتمال اشتراک ایکس و ایگرک رو بیان میکنه. موضوع بعدی که بعد بهش بپردازیم بحث
کانفیدنس. کانفیدنس میاد احتمال خرید ایگرگ به شرط ایکس رو بررسی میکنه. یعنی چی؟ این در اصل همون احتمال شرطیه، داره میگه پی ایکس به قسم ایگرگ چقدر میشه، که همونجور که حالا احتمال از آمار احتمال یادتون نمیشه، حاصل احتمال اشتراک رخ داده این دو پیش آمد تقسیم بر احتمال رخ داده شرطمون، و اینو راحت حساب میکنیم. پس ما به کانفیدنس هم تعریف کردیم، احتمال خرید ایگرگ به شرط ایکس، ساپورت هم گفتیم احتمال وقوع اشتراک این دوتا، و بحث دیگه ای که میمونه، کلمه دیگه که میمونه، لیفته. لیفت در اصل میاد داره چی رو بیان میکنه برای ما؟ لیفت داره بیان میکنه خرید ایکس شانس خرید ایگرگ رو چقدر داره افزایش میده. فرمولش هم از احتمال اشتراک دو پیش آمد تقسیم بر احتمال پیش آمد اول ضرب در احتمال پیش آمد دومه، در اصل میشه احتمال ایگرگ به قسم ایکس تقسیم بر احتمال ایگرگ. حالا اگه محاسباتش رو انجام بدید چیز سختی نداره، اون اشتراک رو باز کنید تقریبا به همین میرسید. اما این داره چه بیان میکنه؟ میگه خرید ایکس شانس خرید ایگرگ رو چقدر داره افزایش میده. شما فرض کنید رفتید یک رول در آوردید، رول ایکس آنگاه ایگرگ، یک رولی در آوردید که چیپس منجر شده به ایگرگ، یک لیفت دوی داره. این لیفت دو داره چی رو بیان میکنه؟ داره میگه خرید چیپس شانس خرید ایگرگ رو دو برابر میکنه. و این یعنی چی؟ این کجا به کار میاد؟ اینم قبل از اینکه بریم جو اینم بگم که این برعکسش هم هست دیگه. طبیعتا وقتی اگه چیپس داره پفک رو دو برابر میکنه، پفک هم داره چیپس رو دو برابر میکنه، و این دوتا عدد جداگونه برای این دوتا در نمیاد و عددشون یکیه. اما این کجا به کار میاد؟ یکی از کاربردهای خیلی مهمش رو احتمالا تو سایت ها دیدید. شما وقتی میرید خرید میکنید، یک ارزم به خدمتتون، ممکنه برید تو سایت های خرید اینترنتی، یک محصول رو دارید خرید میکنید، مثلا روب، ممکنه اون پایین به شما پیشنهادهای دیگه ای هم بده، پیشنهاد دیگه بی که شاید از یک جنس نباشه کالاهاش، مثلا پیشنهاد ماکارونی به شما بده، مثلا پیشنهاد مرغ و گوشت به شما بده. مثلا تو سایت های آموزشی برید یک مبحثی رو نگاه کنید، چه میدونم مثلا دنبال یک آموزش برای گیم تئوری باشید، مثلا ببینید اون پایین واسه شما یک آموزش از مثلا زنجیره مارکوف به شما معرفی کرد. این در اصل الگوریتم پوشش از همین داره میاد، اون لیفت رو داره اندازه گیری میکنه و داره به شما تقریبا میشه گفت ریکامند میده که اینو خریداری کن. یکی از روش های ریکامندیشن توی سایت ها اینه استفاده میشه. و این هم از تعریف لیفت. ما الان لیفت رو صحبت کردیم، کانفیدنس رو صحبت کردیم و ساپورت. حالا فقط میمونه روش حل اسوسییشن رولز ها. اما همونجوری که فهمیدین، اگه ما تعداد کالاهامون تو یک مجموعه خیلی زیاد باشه، مثلا تو کالای تو مجموعه که ما داریم کار میکنیم تنوع قلم کالای ما بالای 300 هزار تا قلم کالاییه، و شما فرض کنید من اینو بخوام احتمال دوتا دوتای اینا رو همه رو با هم حساب کنم، یعنی میشه 2 از 300 هزار، و حالا بعد بیام یه دوباره مثلا ستایشو حساب کنم 300 و اوه یه چیز خیلی زیادی شد و خب محاسبات خیلی سنگینی شد. اما کامپیوتر اومد، یک سری الگوریتم‌هایی رو به ما ارائه دادن و بچه کامپیوتر ساینس کمک کردن که ما بتونیم جلوگیری کنیم از این موضوع و سریعتر بتونیم محاسباتمون رو انجام بدیم. یکی از روش‌هایی که ما واسه اسوسییشن رولز استفاده می‌کنیم روش اپریوریه. این روش داره در اصل چیکار می‌کنه؟ در اصل میاد و یک مینیمم ساپورتی رو در نظر میگیره از ما همون اول، و میاد اون احتمال ها و اون پیش آمد هایی که از اون مینیمم ساپورت حذف پایین ترن رو حذف میکنه و برای ما در نظر نمیگیره. نگاه کنید، اگه ما این جدول رو بخوایم به یک فرمی بنویسیم که A, B, C, D, E چقدر تکرار داشته توی ترانزکشن های ما به این جدول میرسیم که A 2 بار اومده، C 3 بار اومده، D 1 بار اومده، B 3 بار اومده و E 3 بار اومده، و کل حالت هایی که رخ داده، کل تعداد ترانزکشن های ما 4 تاست. پس ما بخوایم ساپورت رو اینجا حساب کنیم، زیاد کار سختی نداریم. 2 تقسیم بر 4 میشه 50%، 3 تقسیم بر 4 میشه 75%، 25% الی باقی. پس ما اومدیم و ساپورت اینا رو دونه دونه حساب کردیم. حالا اتفاقی که اینجا میفته تو الگوریتم اپیوری، هم اول از ما یک حداقل ساپورتی از ما میگیره. این حداقل ساپورت چی رو داره بیان میکنه؟ داره میگه برو برای من دنبال ایکس و ایگرگ هایی بگرد که در مثلا 10% ترانزکشن های من باشن. 10% مشتریای من این ایکس و ایگرگ رو با هم خریده باشن.
چرا؟ چون اگه مثلا بذاره رو کانفیدنس، ممکنه یک فاکتور باشه A و B رو با هم خریده باشه، بعد مثلا شما 1,000,000 فاکتور داشته باشین و خب اونجا داره یک کانفیدنس 100% ایجاد میکنه، ولی ارزم به خدمت شما، حالا با فرض این کلا همون دوتا کالا یه بار تکرار شده باشن، ولی خب کلا یه دونه بوده ترانزکشن داشتید تو کل این دوتا کالا، و خب شما یک رولی به دست میارید و خب تو 1,000,000 داده این دوتا کالا گم میشه و میاد بر اساس اون نظر میدید و خب تعداد رو ندیدید. اینجا ساپورت میاد بیان میکنه، میگه آقا توی ترانزکشن شما، تون داده های شما حداقل چند درصد این تکرار شده باشه که من برم ببینم، یعنی چند درصد تون فاکتور شما بوده باشه که من برم و رول ها رو بر اساس اون پیدا کنم، نرم یک چیزی رو بیارم که کلا شاید یه بار تکرار شده باشه، یعنی اون دوتا کالا یه بار دو بار تکرار شده باشن تو میلیون ها داده گم باشه، ولی خب چون کانفیدنس بیشتری داره میده من اونها رو بیام، یا حتی لیفت بیشتری داره تولید میکنه من بیام اونها رو ملاک قرار بدم و بر اساس این دوتا بیام قضاوت کنیم. خب میاد یک مینیموم ساپورتی به هم بده و اون رخدادهایی که تعدادشون کمتره رو حذف کن. اما این ساپورت چجوری میاد؟ اصولا شما باید از اکسپرت بیزینستون بپرسید. مثلا میرید یه جا با اکسپرت بیزینستون حرف میزنید، میگید آقا من میخوام، بر کسی که چندین سال تو این کار بودن بهتر میدونم، میخوام یه همچین کاری بکنم، چی کار باید بکنم؟ من یه دونه احتمال دارم تو کل فاکتورام، مثلا 1,000,000 فاکتورام 1 در 1,000,000 اتفاق افتاد، این چیز یه رول من راجع به این در بیارم به کارت میاد؟ یا مثلا 1 در 1,000 بوده 1 در 100 بوده؟ اینا رو بپرسید و خود اونا بهتون راهنماییتون میکنن و خب خودتونم وقتی یه ذره با این الگوریتم ها کار کنید بهتر دستتون میاد که کدوم ها به دردتون میخوره. اون تفسیر خروجی های مدل مهمه که نیاز داره به اینکه شما اون درک از بیزینس رو داشته باشید، اون درک از داده هاتون داشته باشید و بفهمید. پس این اعداد، این عدد هم مینیموم ساپورتی که ما داریم اینجوری به دست میاد. عموما اینه که یک عددی میگیرن، رول ها رو به دست میارن، رول ها رو که پیدا کردن عدد رو هی کوچیک‌تر میکنن، رول های بیشتر به دست میارن، با اکسپرت مشورت میکنن و آخر اون رول هایی که نیاز دارن رو استخراج میکنن و حالا بعد تصمیم هایی که بخوان رو میگیرن بر اساس اونا. اما تو مثال ما اینجا، ما مثلا رفتیم صحبت کردیم، اکسپرت به ما گفته رول هایی که زیر 30% ساپورت دارن به درد من نمیخوره، پس این رول دی حذف میشه، یک بار اتفاق افتاده در 5 بار و به درد ما نمیخوره و این حذف میشه و ما میایم A و C و B و E رو نگه میداریم و میایم احتمال دو تا دوتای اینها رو با هم حساب میکنیم، A با C، A با B، A با E، C با B، C با E، B با E، و میایم اینها رو حساب میکنیم تا بتونیم اون اگر آنگاه ها رو حساب کنیم، میریم دوباره میشمونیم ببینیم اینا با هم چقدر اتفاق افتاده، اینا چه جوری بوده در رخ داد، احتمال رخ دادنشون تو فاکتورهای ما، میبینیم A و B همزمان تو یه دونه از فاکتورهای ما اومدن، A و C همزمان تو دو تا اومده و همینجوری آخر دوباره میان اون مینیمم ساپورتر نگاه میکنن، یک بار حذف میشه و باقی رو نگه میداره و دوباره همین منوال آنقدر ادامه میده که تموم بشه و تقریبا همه کالاها رو با هم دیده باشن، دو حالت، سه حالت، چهار حالتش رو دیده باشن و یا کلا ساپورت ها دیگه از اون مینیمم با بالاتر نشه و رول ها رو استخراج میکنن و بر اساس اون میان تفاصیلشون رو انجام میدن. خب اما دیتا ستایی که توی اینترنت موجود بود من نگاه میکردم اکثرا شسته رفته و ترتمیز بودن، خیلی به درد ما نمیخوردن، یک دیتا ست که خیلی شبیه به اون چیزی باشه که دو دنیای واقعی داره اتفاق میفته. خب اما این دیتا ست چی داره میگه؟ ستون اولش اینوایس نامبره، اینوایس نامبر رو فکر کنم چون بریتیش اینجوری نمیشه، فاکتور نامبره در از شماره فاکتوره، استاک کد در اصل، این اگه نگاه کنید دیسکریپشن رو ببینید اینجا یک سری کالا هستن، یک سری اسم ها دارن که این کالاها یک کد کالایی معمولا در دیتابیس های خرده فروشی ها دارن، مثلا این کالای وایت متال لانترن که فکر کنم میشه فانوس فلزی سفید، کد کالایش 71053 بوده، یک شخصی اومده از این کالا 6 تا دونه خرید کرده تو این تاریخ تو این ساعت و حالا قیمتی که یونیت پرایسی که بوده با کاستومر آیدی بوده، احتمالا اگه عضو باشگاه مشتریان باشه کاستومر آیدیش اینجا ثبت میشه و کشور، حالا اون فروشگاه مثل اینکه فرانچایز بوده شعبه داشته حالا تو کشورهای مختلف و از این کشور خریداری کرده. اما اتفاقی که میفته اینه که اگه شما دقت کنید اینها همه یک فاکتور هستن، چه اتفاقی میفته؟ شما میرید در یک سوپرمارکت، در یک هایپرمارکت خرید میکنید، 10 تا 15 تا قلم جنس میخرید، حالا ممکنه از تو این قلم تعدادهای مختلف بخرید، اما اتفاقی که میفته اون سیستمی که اونجا حالا پای صندوق ها داره وصل به یک دیتابیسی و اطلاعات داره رایت میکنه، چیکار میکنه؟ میاد فاکتورهای شما رو وقتی اونجا که داره بارکد ها رو میزنه دونه دونه میزنه، میاد
بارکد کالای اول رو میخونه، استاک کد رو پیدا میکنه تو دیتابیس، اسمش رو مینویسه، تعدادی که اونجا صندوقدار داره وارد میکنه، دقت کنید یا 6 بار پشت سر هم فشار میده یا حالا دستی 6 رو میزنه بستگی به تعدادش داره، میاد اینجا ضبط میشه توی دیتابیسش. پس تا الان این ستا رو اومده ضبط کرده، تاریخ میخوره، قیمتی که تعریف شده حالا تو تیبل دیگه، احتمالا میره میبینه درجه اینو جوین میده و شکل میده، و حالا احتمالا اگه کاستومر آیدی اونجا حالا خودشون اعلام کنن از قبل یا بعدش اعلام کنن، اینا ثبت میشه، شعبه هم که اونجا معلومه، میاد و یک ردیف ایجاد میکنه، میگه این یک خریداری شد، یک شماره بهش تخصیص میده که حالا شماره فاکتور بهش میگن، میاد و اینو اختصاص میده. اگه اونجا اون صندوقدار دکمه اینتر رو بزنه، این همین اینجا تمام میشه و فاکتور رو صادر کنه، ولی خب اون آدم یک خرید دیگه هم داشته، پس میاد یک سطر دیگه ایجاد میکنه با همون شماره فاکتور، با همون شماره رندوم که تولید کرده، و دوباره یک سطر دیگه ثبت میکنه و یک سطر دیگه، و همینجوری میره پایین تا اون زمانی که اون صندوقدار دکمه اینتر رو بزنه و فاکتور رو ببنده. به اصطلاح این اومد یک خرید بود، ولی همونجوری که میبینید 7 تا ردیف ایجاد کرد. خب این واسه کامپیوتر ذره مشکل ساز میشه، چون کامپیوتر نمیدونه که این 7 تا ردیف رو باید هندل کنه و اینا در اصل یه دونن و اینها یک شخصن. یک چیزی که من همیشه گفتم اینه که شما درک از بیزینستون داشته باشین و بدونید چی میخواید از بیزینستون و دنبال چی هستی. الان شما، من حالا همیشه خودم یک تخته وایت بورد دارم، روش مینویسم که من میخوام قوانین تلازمی فرضاً پیاده کنم روی چی، روی کالاها، من میخوام رول ها بین کالاهای مختلفو به دست بیارم، حالا برای اینکه فرضاً بتونم قفسه هامو بهتر بچینم، فرضاً واسه اینکه بتونم پروموشن های مختلف رو ایجاد کنم، چون میدونید یکی از روش هایی که هست اینه که میان حالا پروموشن روی کالای ارائه میکنن به شما، مثلا روی چیپس میان ارائه میکنن 40% تخفیف میدن، ولی از اون ور حالا میان ماست موسی رو پروموشن اگه داشته حذف میکنن یا مثلا افزش قیمت میدن، چون این دوتا مثلا کالاهایی هستن که حالا میشه گفت مکملن یا لیفت بالایی با هم دارن، رو هم دارن، میان این کارو میکنن، در شما اون ور اومدید تخفیف گرفتید، ولی از اون ور از یه جور دیگه با شما حساب شده. حالا خیلی اینجا هم چیز اتفاق نمیفته، ولی خب یکی از کارهایی که میشد کرد حالا مثلا تو این آنلاین شاپ ها این اتفاق میفته اینجوریه. تو فروشگاه خب کمتر، چون قیمت گذاری ها معلومه، بیشتر نمیتونن ببرن بالا، ولی خب ممکنه میخواید یک کدوم از این کارها رو بکنید و نیاز دارید بیاید رول هایی رو روی کالاها به دست بیارید. پس عملا ما میخواییم روی کالا بریم، ما دیگه کاری به شخص نداریم، کاری به قیمت نداریم، کاری به تاریخ نداریم، این ستون ها برای ما کاربرد نداره، ما به اینها کاری نداریم، ما تنها چیزی که میخواییم اینه که ببینیم اون کالا تو هر شماره فاکتور مجزا برای ما چقدر داشته. ممکنه یک کاستومر آیدی، یک شخصی تو روز 3 بار بیاد و به فروشگاه ما مراجعه کنه، تو این حالت برای ما مهم نیست اون شخص 3 بار اومده، نه، مهم اینه که 3 تا فاکتور صادر شده، 3 بار مراجعه شده، نه یک شخص، مهم اینه 3 بار یک شخصی اومده و ما خرید کرده، ما دیگه با شخص کاری نداریم. پس ما اگه بخوایم عملی باشه با شماره فاکتور میریم جلو، برای ما دیگه مهم نیست اون شماره فاکتور توسط چند نفر تکرار شده یا نه. پس چیزی که ما میخوایم در اصل اینه که ما برسیم به این جدول، این سمت، یعنی کل اون جدولی که دیدین رو تبدیل کنیم به این همچین چیزی، بیاد شماره فاکتور بندازه، ستون به ما اسم کالا رو بده، اسم کالاهای مختلف، حالا اینجا من دوتا رو به عنوان مثال آوردم، و بگه هر شماره فاکتور این کالا توش بوده است یا نبوده است، اگه بوده است 1 برای من بذار، اگه نبوده 0 برای من بذار، و بیاد اینها رو، این کار رو تکرار بکنه. حالا با توجه به تعداد دیتایی که داریم ستون هامون پس زیاد میشه و سطرامون هم میشه تعداد فاکتورهایی که تو اون بازه زمانی صادر کردیم، تعدادشون برای مهمه. پس چیزی که ما میخوایم اتفاق بیفته اینه که ما شماره فاکتورها رو میخوایم ببینیم بذار هر فاکتور چه کالاهایی تو هر فاکتور خریداری شده است یا نشده است، 0 یا 1، ما همچین چیزی میخوایم. این فقط یک حالت کلی من آوردم و مثال زدم اینجا که تو اکسل که شاید یه ذره آبیستر قابل درکتر باشه برای. خب اتفاقی که میفته چون حجم داده بالاست و خب ممکنه کامپیوتر شما نکشه، ما اینجا واسه این مثال از گوگل کلاب استفاده میکنیم، من تو اسپایدر هم کد زدم، همزمان با هم میریم جلو، امیدوارم گیج نشید، یکی فرقی نداره، بعضی جاها فقط واسه بعضی چیزا باید دستورهای اضافه تر بزنیم تا بفهمیم چه اتفاقی داره میفته، و همزمان از اون از رو اسپایدر هم بهتون نشون میدم که حالا شاید اون اینترفیسش ذره بهتر باشه، شما بهتر بتونید درک کنید. اما همونجوری که میبینید وقتی بیاید تو گوگل کلاب و یک پروژه جدید بسازید، یک رم و یک دیسک به ما اختصاص میده، همونجوری که وایسید میبینید یک رم تقریبا 12 خورده گیگی به ما اختصاص داده و یک دیسک 107 گیگابایتی که حالا 24 گیگش تقریبا پره،
و عملا شما الان دیگه از کامپیوتر خودتون استفاده نمی کنید و وصلید به سرورهای گوگل و دارید از سخت افزارهای گوگل استفاده می کنید. این ریسورس هایی که میده برای شما تا یه جای فریه، اگه بخواید بیشتر ارزان به خدمتتون استفاده کنید و بیشتر بخواید کاراتون روش انجام بدید، یک سری آفرها برای شما داره، هم میتونید پی از یو گو برید، به ازای هر یه تعداد حساب محاسباتی که انجام بده یه مبلغی میگیره، یا یک مبلغی بدید 100 تا محاسبه تو ماهو واسه شما انجام میده، و حالا چیزهای دیگه که حتما بخونید راجبش. فضایی که ما میخوایم کد بزنید گوگل کلبه، شما میتونید اینجا با یک علاوه داره کدا رو بزنید، وقتی باز کنید شما فقط همین یه دونه سلول رو میبینید، کداتون رو اینجا میزنید و هر سری بخواید خطی اضافه کنید یک به علاوه داره کد میزنید، تکست بخواید بنویسید رو تکست میزنید، میتونید سکشن بندی کنید که اینجا سکشن باشه بزنید، یا ببندید فقط کدایی و مربوط به اون سکشن رو ببندید، دست خودتونه. یه ذره حالا باش کار کنید متوجه میشید که چجوریه. و همین، ما اومدیم یک دونه این سه تا دونه کتابخونه رو صدا زدیم، یکیش که پانداز، ما بقیش هم برای اینه که ما بتونیم یک فایلی رو آپلود کنیم اینجا. میایم و اون فایلی که با وسیله این دستور میایم کلیک میکنیم روی به علاوه، دستور ران میشه، از اونجایی که منتظر اما یک ورودی بگیره همینجوری داره میچرخه، شما چوز فایل رو بزنید از رو کامپیوترتون میتونید اون فایلی که دارید و حالا بنده برای من اینجاست آپلود کنید. فایل که آپلود بشه، حالا من آپلود کردم قبلا، این بغل سمت چپ همینجوری که میبینید از زبونه فایل براتون نمایش میده که اینجا اومده یا نیومده، اینجا وقتی بیاد و آپلود بشه، حالا یه ذره هم حجم فایل زیاد ممکن طول بکشه، براتون قرار میده. بعد فقط کافیه دیگه مثل اون چیزی که قبلا داشتیم با read underline excel بیایم و اون فایل رو فراخونی کنیم، اما تنها تفاوتش اینه که دیگه ما اون فضای اون بالا رو که اینجا که میبینید اینجا رو دیگه نداریم که برای ما نمایش بده وریبل اکسپلورر رو میاد، اینجا دیگه بعد تابهای مختلف استفاده کنیم. من df.head زدم، شما میتونستید همون df1 که خالی رو بزنید اینجا پیست کنید براتون نمایش میده، یا اگه همینجا فقط میخواستید تو همین سلول بنویسید کافی بود بنویسید print کن برای من df1 و اینو وقتی ران میگرفتین دوباره همین کار رو برای شما انجام میداد. دیگه اینا دست خودتونه دیگه که بعد چیکار کنید که بتونید به اون خروجی که میخواید برسید. خب همونجوری که میبینید همین دیتایی که ما اینجا داشتیم توی اکسل و اومده برای ما فراخونی کرده، برای ما آورده. ما میخوایم که فقط اون بخش کشوری که ما میخوایم اینه که تو بخش کانتری فقط برای ما انگلیس رو بیاره، یعنی فیلتری میخوایم بدیم، همونجوری که قبلا گفتم انگار اینجا فیلتری ما گذاشتیم و سلکت کردیم و بقیه کشورها حذف کردیم، این کارو برای ما انجام میده. اما موضوع دیگه‌ای که طالبش نپرداختم اینه که ببینید شما توی داده ها خیلی وقتا داده نال براتون ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی این خیلی طبیعیه که میرید سر کار، مخصوصا حالا با زیرساختایی که خیلی از شرکت ها امروز دارن و زیرساخت شاید خوبی نباشه، میرید و حالا یک روزی آپدیت سیستمی دارید مجموعتون، یک روزی ارزم به خدمتتون، فشار روی سرورها زیاده و باعث میشه حالا به هر دلیلی اون اپراتور، اون کسی که پشت صندوق نشسته ممکنه ارزم به خدمتتون حواسش نبوده باشه و خلاصه باعث بشه که یک همچین اتفاقی رقم بخوره، یک همچین داده‌ای توی دیتابیس شما نقش ببنده که ارزم به خدمتتون شماره مشتری ثبت نشده، اینجا اگه اشتباه نکنم تعداد بود صفر خورده، حالا اشتباه بوده احتمالا اینجا کالا ثبت نشده، شماره کالای خورده نتونسته بره ببینه اینو وارد کنه و یک داده اینجوری ثبت شده. خب اینا ما به اصطلاح بهش میگیم داده های نال که ما باید بتونیم اینا رو هندل کنیم، تعدادشون تو این دیتا ست زیاده، داده نال خیلی داره، داده کلین نیست، تا الان دیتایی که روش کار کنیم که از این جهت کلین بوده و ما نیاز نبوده کاری کنیم. اما داده نال رو به چند روش میشه باش برخورد کرد، یکی از روش هایی که میشه باش برخورد کرد اینه که ما بیایم کلا هرچی داده ناله برای ما حذف کن. خب اینجا با توجه به این که فاکتور و ترانزکشن مشتریه، شاید به نظر من بهترین کار باشه ما این کارو بکنیم، چون اگه این ستون خالی باشه دیسکریپشن، من خب نمیتونم حدس بزنم مشتری چی خریده، پس بهترین چیز اینه که اینو حذف کنم. من شاید بتونم شماره مشتری خالی باشه یا حالا اینو اگه لازم باشه حالا یه جوری به دست بیارم، ولی این خیلی برای من مهمه تو این دیتایی که دارم کار میکنم، نمیخوام دیتای نال بیاد، نمیخوام جایگزینش کنم با چیزی، بنابراین حذفش میکنم. پس همونجوری که دیدیم ما با این دستور میایم و اون داده های نالمون رو حذف میکنیم. یه کار دیگه هم که میشه کرد اینه که ما بیایم اون داده های نالی که شکل میفته و رخ میده توی دیتا ست ما رو بیایم پر کنیم و جاشون یه مقدار بذاریم. این کار ما میتونیم با تابع فیل انجام بدیم، فیل NA انجام بدیم،
میتونیم ستون مشخص کنیم، توی کل دیتا فریم بگیم دست خودتونه. فیل ان ای دو تا متد داره، دونه فیل فوروارد داره، دونه بکوارد داره. مثلا اگه اینجا این سلول خالی بود، اینجا اینو نداشتیم، میاد اینو نگاه میکنه، استار گیف رو میذاره اینجا و میره بعدی. این کار رو انجام میده، همه چی اوکیه تا زمانی که دیتا این بالا نال باشه، این سطر اول نال باشه. این دیگه چون بالاش چیزی نداره نمیتونه چیزی رو پیدا کنه، بنابراین همچنان نال میمونه. روش های دیگه برای اعداد وجود دارن، میتونه از دو تا عدد قبل و بعدش میانگین بگیره بذاره، میتونه اصلا به صورت سری زمانی اینا رو ببینه، پیش بینی کنید بذارید. اینا دیگه دست خودتون چجوری میخواید اون داده های نال رو با هندل کنید و تو دیتا ستتون قرار بدید. پس اینجا ما آمدیم این کار کردیم، اینجا دیگه این اضافیه. حالا برای اینکه من بتونم این جدولی که بهتون گفتم رو شکل بدم، ما بعد از یک دستوری به اسم گروپ بای استفاده بکنیم. این گروپ بای خیلی کاربرد داره و کاربردش انقدر زیاده تو مباحث مختلف، حالا چه انشالله یک روزی با SQL کار کردیم، اگه من تونستم نشونتون بدم دیتا ورهاوس ها خواستین کار کنید، با دیتا بیس ها بخش خواستین کار کنید، اونجا هم خیلی کاربرد داره. این میاد دقیقا چی کار میکنه؟ این داره میگه بیا و اون دیتا فریم منو گروپ کن با این دوتا ستون ها، یعنی من شماره فاکتور و دیسکریپشن اسم کالا رو میخوام، بیا و برای من یک کاری انجام بده، بیا به ازای این دوتا برو مقادیر کوانتیتی هر کدوم رو ببین و با هم جمع بزن، به ازای هر کدوم از دیسکریپشن ها و شماره فاکتور های مجزا. یعنی اینجوری من به شما بگم شاید بهتر باشه. این میاد چیکار میکنه؟ این میاد در اصل اینا رو نگاه میکنه، این شماره فاکتورهای مجزا، این 5 تا عدد رو میاد با هم نگاه میکنه و بعدش میاد دیسکریپشن ها رو نگاه میکنه. حالا اینجا چون ماهیت داده ما خب طبیعتا دیسکریپشن یکی نمیتونه باشه، طبیعتا اینا دیگه هر سطرشون خودشون مجزا، میاد و این کوانتیتی ها رو با هم جمع میزنه، اونایی که با هم یکیه. اینجا چون یکی نیست عملا همین اعداد میشه به ازای هر یه دونه. حالا فرض کنید شما اینجا حالا یه اتفاقی افتاده بود، این دوتا با هم یکی بودن، این کار میاد، این دستوری که دیدیم میاد برای این 53 63 65 برای این شماره فاکتور میاد نگاه میکنه دیسکریپشن این دوتا، میبینه یکیه، میاد میبینه کوانتیتی این 6 کوانتیتی اینم 6، میاد و مقدار 12 رو اینجا برای این مینویسه. عملا میاد این جدول رو شکل میده و میاد اینجا برای این 12 مینویسه. حالا مورد بعدی مثلا یه باکسی بوده، میاد این باکس رو اینه، میاد روبروش رو نگاه میکنه بذار این شماره فاکتور، میبینه 3 بار تکرار شده و میاد اینجا 3 رو قرار میده. پس تا اینجای کد ما اومده و این کار رو برای ما انجام داده، این یه تیکه این سام حالا اونور افتاده، من اگه پاک کنم شاید درست تر بشه. تا اینجا کد ما اومد و این جدول رو برای ما شکل داد، تعدادها رو زد، حالا برای هر شماره فاکتور من کامل نکردم این صفر و اینا، اما تا به بعدی چه میاد و آن استک میکنه. اگه شما این دستور رو به تنهایی ران کنید و خروجی رو ببینید، این میاد و دیسکریپشن های و این شماره فاکتور های ما رو به صورت سریز میده. وقتی شما اینو بزنید میاد و اینو تبدیل میکنه به یک ارزم به خدمتتون دیتا فریمی که سطرها شماره فاکتوره و ستونهاش ارزم به خدمتتون ستونها اسم ها هستن. ایندکس چون ایندکس همون دیتا فریم اشتباه ثبت میشه عدداش، اینجا دیگه 0 1 2 3 و 4 نیستش، مثلا میشه 0 5 6 10 12، یک ریست ایندکس میذاریم که دوباره از 0 تا حالا اون تعداد سطری که داریم بشه. و اینو وقتی شما بزنید اونهایی که صفرن و نیستن سامشون صفره رو NA میزنه، نال تولید میکنه. برای اینکه ما بتونیم این نال ها رو تبدیل به صفر کنیم میگیم بیا اون فیل کن NA ها رو. با چی فیل کنم اینجا از من میپرسه، میگم برو با صفر فیل کن و به جاش صفر بذار. پس میاد و اونجا به جای همه NA های من صفر میذاره. آخرم میگم دیگه ایندکس تو بردار و همون شماره فاکتورها رو برای من ایندکس کن، دیگه این 0 1 2 3 4 5 برای من ایندکس نباشه، همین ستون ایندکس باشه. کل این کاری که کردیم، کل این دستور کدی که دیدید میاد و برای ما این جدول رو شکل میده. اما مشکل این جدول اینه که 0 و 1 نیست، تعداد خورده، کوانتیتی برای ما خورده، ما اینو نمیخوایم، ما میخوایم 0 و 1 بشه. فقط کافیه پس واسش یک شرطی بذاریم، اگه این مقادیر بیشتر از 0 بودن 1 بهشون اختصاص بده، اگه 0 بودن یا حالا کمتر از 0 بودن بهشون ارزم به خدمتتون صفر اختصاص بده. چون میگم کمتر چون ممکنه من دیتا رو ندیدم، ممکنه عدد منفی هم اینجا خورده باشه، مرجوعی هم اومده باشه اینجا ثبت کرده باشه و ممکنه ارزم به خدمتتون اون بازه که گرفته خب مثلا قبلی ثبت سفارش بوده، ممکنه که بعدش اومده باشه مرجوعی بده، ممکنه عدد منفی بشه. پس اینم حتما رعایت کنید. پس من کافیه یه دونه تابه بنویسم
یک دفیش می نویسم، با دف یک تابعی می نویسم، یک اسمی بهش میدم، این تابع من یه متغیر ورودی به اسم x داره، حالا با سرچ خودتون خواستین بدین، که میاد چی رو بیان میکنه؟ میگه اگه این x ها کوچیکتر از صفر بود صفر رو برگردون، اگه بزرگتر از بزرگتر مساوی یک بود یک رو به هم برگردون. همین، خیلی ساده می نویسم و میام و اینو روی دیتا ست هم اجرا میکنم، برای اینکه روی تک تک دیتا فریم های من، سلول های من ران بشه، بعد از دستور اپلای مپ استفاده کنم، چون دیتا فریم اپلای هم میگیره، اگه دیتا فریم نبود مپ خالی میذاشتیم، میذاریم و این تابع رو صدا میکنیم و این میره دونه دونه رو حساب میکنه، دونه دونه سلول های منو میگیره به اصطلاح، میده به این تابع و صفر یکش میکنه. یک کار دیگه هم میشد کرد، من اینو توی اسپایدرم آوردم فقط برای اینکه این چه اتفاقی داره میفته، این خروجی آخر اون دستوری که الان دیدید من زدم، همینجور که میبینید نوشته مثلا این کالا پرپر فلاک دینر کندلز، نمیدونم اوندم درست خونده باشم، این شم ها این شمار فاکتور 12 تا خریده، این یکی 12 تا خریده، این 6 تا، این 5 تا، اینجوری اومده برای ما کرده و شکل داده. اما خط به خطش رو بخوایم ببینیم، اومدم دونه بدونه نوشتم، اول گروپ بای رو زدم و جمع کوانتیتی ها رو اومدم حساب کردم، همینجور که ببینید اومده و یک سریزی به من خروجی داده، دیتا فریم نیست، اومده این اومده شمار فاکتورها، کالاها رو آورده با کوانتیتیشون، برای اینکه من اینو تبدیل کنم به یک دیتا فریمی و اون چیزی که میخوام توش در بیارم، میام از این تابع استفاده میکنم، نستکش میکنم به اصطلاح، وقتی این ران به ستون ها میشینه اسم کالاها و در اصل عملا میاد یک پیوت یه روش انجام میده و حالا نمیدونم چقدر آشنا هستید و میاد اینو شکل میده. همونجوری که میبینید خالی ها همه نن خورده، نال خورده و صفر نخورده. پس برای اینکه ما بتونیم درست کنیم میایم از فیل ان ای با صفر و ریست ایندکس میذاریم که ایندکس هامون هم درست بشه. حالا اگه اینو من ران بگیرم میبینید که ستون ایندکس اضافه شد، صفر تا حالا آخرین سطری که داریم فکر کنم و نمیدونم چقدر باشه، این از اینجا زده دیگه 19857 است، اومده و صفر و یک برای من دیگه شکل داده، صفر و بخش کوانتیتی حالا اون عدد رو شکل داده، NA نداره، ایندکس هم درست شده، فقط کافیه دیگه حالا من این ستون رو اینم حالا میتونید نکنید ولی من کافی این ستون رو به جای ایندکس هم وارد کنم که با این دستور میام و این کار انجام میدم و اون داده که میخواستم شکل میدم. اینم فقط حالا تو اسپایدر آوردم که متوجه بشید دونه دونه این تابه ها چی کار کرده. میتونید به جای این دوتا خط کد مستقیم بیاید و از این دستور استفاده کنید، دیگه توضیح نمیدم، میاد و همین کار رو انجام میده، دیگه تابعی تعریف نمیکنه، توی خط کده و سریعتر ران میشه. این دیگه دست خودتونه که میخواید اینو اجرا بکنید یا نکنید، حالا من اینجا کامنتش میکنم. کافی حالا واسه اینکه ما بتونیم الگوریتم اپیوری رو پیاده کنیم، کافیه این کتابخونه MLX10 رو نصب کنیم. توی گوگل کلاب نمیخواد نصب کنید، اتوماتیک پیشفرض نصب هست، ولی برای اینکه اینجا بتونید ازش استفاده کنید کافیه اینجا یک پیپ اینستال بزنید و این کتابخونه رو نصب کنید. چیز خاصی نداره. ما تابع فریکوئنت پرنتسش میگیم برو واسه ما اپیوری رو بیار، ران میگیریم، میایم الگوریتم اپریوری رو روی اون بسکتی که ما تعریف کردیم، بسکت ستی که ما تعریف کردیم، الان 0 1 شده همه داده هاش، اگه حالا بخوام نشون بدم ببینید به چه شکله، میایم و تعریف میکنیم که ما بتونیم انجام بدیم اون الگوریتم اپریوری. همونجوری که میبینید به صورت 0 1 تبدیل کرده، چک بدیم، گفتم یک مینیمم ساپورتی میخواد، اما من 1/10 گذاشتم، 1/100 گذاشتم، 1% گذاشتم، این دست خودتونه که چقدر بگید. اینو ران میکنید، بعدش میایم اسوسییشن رولز رو میزنیم واسه اینکه بتونیم رول ها رو به دست بیاریم. اسوسییشن رولز رو میایم خروجی اون الگوریتم اون میایم خروجی اپریوریمون میزنیم، متریکش چی باشه. اینجا من گفتم متریکش رو روی دیفت بذار، میخوام اونایی که رو هم اثر گذارن حداقل یه دونه، حالا شما جمعی دو بذارید، دو لیفت دو دارن با هم، این شانس خیلی همون دو برابر میکنن ببینم. اینجا دست خودتونه، میتونید لیفت بذارید، کانفیدنس بذارید، 10 تا مورد داره، هر چیزی که خودتون دوست دارید میتونید بذارید، این دست خودتونه دیگه، هر چی دوست دارید میتونید یه ترش هولدی براش تعیین کنید و یک متریکی بذارید که دیگه همه اون رول ها رو نره براتون نیاره و سنگین نشه. از رول هایی که در آورده یه هد میگیرم برای اینکه بتونم ببینم چه رول هایی رو در آورده،
الان اینو اونور بررسی میکنیم، بهتر بررسیش میکنیم. خب همینجور که میبینید اینجا واسه ما 548 رول رفته پیدا کرده، قانون پیدا کرده. این همین LHS که بهتون گفتم و این RHS که داشتم بحث میکردم داره چی رو میگه؟ داره میگه این کالا کیک پک 60 کیک اگه اشتباه نکنم باعث میشه این یکی کیک رو بخره. حالا یک سری متریک به شما میده، لیفت رو گفتم، لیفت 14، یعنی 14 برابر داره این کار رو انجام میده. با یک کانفیدنس 43% دارن، یک ساپورت تقریبا 1% دارن و ارزم به خدمتتون این اتفاقایی که داره میفته. حالا بقیه متریکا که راجبش حتما تحقیق کنید دارن چیکار میکنن و هدفشون چیه. الان ما با این ستا فقط کار داریم، ساپورت و کانفیدنس و لیفت. من مثلا میخوام بالاترین لیفت رو ببینم، کافی روش کلیک کنم بالاترین لیفت رو میاره با یک کانفیدنس خوب، ساپورتش هم بد نیست، خوبه. میام رولش رو میبینم، میبینم یه رول دوتاییه اینجا. خب همونجوری که میبینید اون یکیش هم آورده گذاشته، نباید لیفتش فرقی بکنه. همونجوری که گفتم اگه بیاد ببینید بله لیفتا یکیه، لیفت تو لیفتا فرقی نمیکنه. تو کانفیدنس حالا یه تفاوت هست چون مخرجش به هر حال احتمال های جداگونه است. اگه به فرمول مراجعه کنید میفهمید چرا لیفت یکیه و کانفیدنس متفاوت. مخرج کانفیدنس اگه دقت کنید متوجه میشید. این دوتا رول آورده برای من گذاشته و رول های چند تایی هم باید باشه. حالا من اگه ببینم نه، مثلا یکی از رول های چند تایی که ساخته داره میگه کسایی که اومدن، خدا شو که اینقدر اسمش سخته نمیشه آدم خوند، اومدن این کالا رو گرین تیتی و این یکی کالا رو اومدن خریدن، این دوتا کالا رو خریدن اومدن، این هم باش خریدن، این پینک تیکاپ هم اومدن خریدن، فکر کنم فنجون و نلبکی میشه، اومدن خریدن. کسایی که فنجون نلبکی سبز خریدن و ارزم به خدمتتون یکی کالا رو خریدن، فنجون نلبکی صورتی هم اومدن خرید کردن. یک رولی هم اینجا داده، لیفت و کانفیدنسش رو میتونید ببینید، اونور هم راحت میشد این کارو کرد و دید. یکی از معروف ترین پلاتایی که رسم میشه پارالل کوردینیت پلات، یک خروجی اینجوری میده، اسم کالاها اینوره، میتونید انتخاب کنید مثلا چه الوز وقتی داشون زیاد بشه اینتراکشن توری هم داره. شما میتونید اینجا درک کنید مثلا بگید اینا رو میخوام، اونایی که مثلا ساپورتشون اینقدر کانفیدنسشون اینقدره. و همینجوری که میبینید لیفتا هم بر اساس اگه کلیک کنید ناپاک میشه، لیفتا هم بر اساس رنگ اومده نشون مثلا اینه که زرده احتمالاً بیشتر به کار ما میاد و ما میتونیم استفاده کنیم، هرچی زردتر باشه بهتر، هرچی بنفشتر باشه لیفتشون کمتر بوده دیگه، بستگی به کار خودتون که دارید. یا میتونید اصلا بیاد یک رول جدید تعریف کنید، روش یک فیلتر بذارید، بگید من اونایی که فقط لیفتشون 8 یا کانفیدنسشون 70% رو میخوام، ما بقیه رو نمیخوام، این یه توی متغیر جدید بریزید و بعد دوباره بیاید با استفاده از حالا این کتابخونه اینو حتما پلاتی و ارزم به خدمتتون بعد نصبش کنید، یادم رفت اینو حتما نصبش کنید، بعد بیاید و از این دستورات استفاده کنید و دوباره بیاید پلات کنید مثل همون شکل. خب طبیعتاً چون من شرط گذاشتم رول هام خیلی کمتر شده، اینا رو به دست بیارید شروع کنید تجزیه تحلیل کردن، دیگه اتفاق خاصی اینجا رخ نمیده. پلات های مختلف برای اسوسییشن رولز هست، یکی از معروف ترینشون رو من حالا واسهتون اینجا آورده بودم. اما این نکته ای که هست اگه مینیمم ساپورت شما یک عدد خیلی ریزی باشه، فرضاً مینیمم ساپورت رو من این در نظر بگیرم، اگه این گزینه لو مموری و ترو نذارید، این خب حالا توی گوگل کلاب شاید اتفاق نیفته، ولی اینجا اگه نذارید و ران بگیرید و کانفیگ سیستمتون پایین باشه، یک اروری به شما اینجا میده که اینا میگه نمیتونید شما این کار رو انجام بدید. چرا؟ چون واسه انجام این محاسبات یک ترابایت اگه اشتباه نکنم تقریبا 2 ترابایت رم میخواید و من نمیتونم همچین کاری انجام بدم، همچین الوکیتی شما نداری که من بتونم الوکیت، همچین رم شما نداری که من بتونم الوکیت بدم و تخصیص بدم برای انجام محاسبات. شما میایید و این دستور رو اجرا اینو حتما قرار میدید، میاد دیگه به صورت ایتریشن برخورد میکنه دیگه، حالا وارد جزئیاتش نمیشم، اینو که بزنید تا حد خیلی خوبی این موضوع هندل میکنه و باعث میشه خیلی فشاری به رمتونم نیاد، سریعتر اجرا بشه و میاد این دستور رو برای شما پیدا میکنه. خب من توی هر دوتا فضا، تو هر دوتا آیدی واسه شما توضیح دادم اینو، هم توی گوگل کلاب هم توی اسپایدر دیگه، حالا هر آیدی که شما استفاده میکنید. سعی کنم نکاتش هم بگم دیگه، خروجی که به شما میده و تحلیلی که میده بسته به شما داره، اینکه چه لیفتی رو میخواید، چه لیفت برای شما مهمه، کانفیدنس برای شما مهمه، کالاها میخواید ببینید رو هم چه اثری دارن. ممکنه یک سایت آنلاین باشید بخواید به عنوان ریکامندیشن سیستم استفاده کنید، میاد لیفت رو در نظر میگیرید حالا با یک کانفیدنسی که تو صنعتتونه و میاد اون پایین برای مشتری رو کالاهای مخصوص اینو قرار میدید. خب اینجا آموزش همینجا تموم شد، امیدوارم شاد و موفق و پیروز باشید. سوالی ایرادی اشکالی اگه بود تو کامنت ها حتما مطرح کنید تا جایی که بتونم پاسخگوام.
سلامت باشید، امیدوارم شاد و پیروز باشید.